هستید. افشین هستم با 170 برنامه اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. هر اتفاق غیر معمولی تبدیل به خبر میشه و اخبار در زمان جاری میشن. میزان پیشرفت اخبار در طول زمان نسبت مستقیم داره با میزان شدت و بزرگی اون خبر و توجه جامعه به اون خبر. در برنامه این هفته اما ابتدا به حادثه منا در عربستان میپردازیم که شامل اخبار جانبی و واکنش مسئولان نظام مقدس میشود. در همان راستا نگاهی به درون کشور انداخته تا از میزان مسئولیت پذیری مسئولان دلسوز نظام بیشتر آگاه شویم. از آنجا به ماجرای نامه به رئیس جمهور میرسیم و نهایتا با سخنرانی آقای بزرگ در تقبیح مذاکرات برای برقراری رابطه با آمریکا برنامه را به پایان میرسانیم. حدود دو هفته پیش مسلمانان جهان در بخشی از مراسم و مناسک حج در راه رسیدن به خانه شیطان برای تأکید دشمنی با شیطان از روی انداختن سنگریزه دوچار حادثه شدند. متاسفانه عده زیادی از مسلمانان جهان جان خودشون رو در این حادثه از دست دادن. مسئولان نظام مقدس که عموماً از مردان خدا هستن این دلیل رو کافی ندونستن و نسبت به این حادثه در اطراف خانه خدا واکنش نشان دادن. هر دیدی نیست که در این حادثه حال قرود یا مجرمند یا بی عرضه. ایشون یعنی حاج احمد خاتمی یکی از شغلاشون دبیری مجلس خبرگانه، در نتیجه یک مقام رسمی کشور به حساب میان. این مقام رسمی کشور تنها دو روز بعد از گذشتن از این حادثه مقامات عربستان و سعودی رو مجرم یا بی عرضه خطاب کرد. هرچه از این حادثه گذشت مقامات بیشتری از نظام مقدس راجع به این حادثه اظهار نظر کردند و اکثرا اظهار نظرهای تندی بود تا اینکه به این اظهار نظر به خصوص رسید. مسئولین کشور عربستان به وظایفشون عمل نمی کنند، بلکه در مواردی نقطه مقابل وظایفشون عمل می کنند. موزیگری می کنند. دقایقی بعد از جاری شدن این سخنان بر دهان آقای بزرگ، از جای جای نظام مقدس سخنان مشابهی به گوش رسید. طبق قوانین بین الملل اینا مسئولند. یک حکومت نادان در عربستان الان حکومت رو به دست گرفته. باید هر کسی که در این قضیه شریک جرم بوده محاکمه بشه. مدیریت حج از سال آینده به دست عربستان سعودی نباشه. شرطه ها هرچی کردن به دستور بود. جنایت هست که صورت گرفته. تلخ خیلی، هنوز اون تلخی همه زائقه ما گرفته. مسئول شناخته شده عربستانه. موضوع اصلی بحث مسئولان نظام مقدس اینه که مسئولان عربستان به مسئولیتاشون درست عمل نکردند. حکام آل سعود نمیتوانند از بار سنگین این مسئولیت شانه خانی کنند. حکام آل سعود باید پاسخگو باشند. قبل از اینکه به ادامه ماجرای حادثه عربستان بپردازیم، بعد نیست یک نگاهی به میزان پاسخگویی و مسئولیت پذیری حکام آل جمهوری اسلامی داشته باشیم. در همین راستا چند خبر مربوط به داخل کشور رو با هم نگاه میکنیم. همجواری کانال فاضلاب و زمینهای کشاورزی با مجتمعهای مسکونی ضیاءآباد اسلامشهر. مشکلات ما این زمینهای که اینجا فاضلاب از توش رد شده. اگه دوربینتون رو بچرخونید کاملا میبینید. حالا این همسایه مزاحم چه مشکلاتی رو به وجود آورده؟ پشو، آشغال و سگ و لحظه همه چی هست. مخصوصا بوی بد فرقی نداره چه تابستون چه زمستون. خیلی ساده. یک مجتمع مسکونی تقریبا نوساز در جنوب شهر تهران، پایتخت مقتدرترین کشور منطقه، وجود داره که کانال روباز فاضلاب از فاصله چند متری اون عبور میکنه. مشکلات مردم هم از این بابت از زبان خودشون شنیدین. در ضمن هیچ کدوم از مسئولین با ایمان و متواضع نظام مقدس در این مجتمع مسکونی زندگی نمی کنن. حالا پاسخ مسئولین. شرکت آب فاضلاب در جایی پاسخ بوست در قبال فاضلاب که تأسیسات جمع‌آوری انتقال و دفع فاضلاب اجرا کرده باشه. در اسلام شهری که الان تأسیسات فاضلاب نداره شهرداری الان متولیه. اینجوریه، مسئول آب و فاضلاب منطقه میگه مسئولیتش با ما نیست، مسئولیتش با شهرداریه. حالا شهرداری چی میگه؟ تو بحث آب آشامیدنی که و فاضلاب آفای
اسلام شهر باید از اون کانال پیگیری بشه. بحث زمین های کشاورزی هم مسکن مهر اومده در زمین های کشاورزی ساخته شده، چون اون نقطه زمینش مال مسکن شهرسازی بود، اومدن اونجا رو انجام دادن در وسط زمین های کشاورزی. مالکین اطرافش بیان برای بحث توافقات به شهرت مراجعه کنن که دارن این کار رو میکنن، در آینده احتمال تغییر کاربری تو اون مقاطع هستش. یعنی خلاصه ما مسئول نیستیم، حالا چند هزار نفر اهالی این شهرک هر روز بوی بد اذیتشون میکنه، خب بکنه. محیط زندگیشون غیر بهداشتیه، خب باشه. اون مسئولین قبلی هم که رفتن با زد و بند وسط زمینهای کشاورزی مجتمع مسکونی احداث کردن، اصلا محل بحث نیستن. معنویاتشون رو ریختن تو توشه آخرتشون رو رفتن. یه مثال دیگه در همین زمینه ها، همون حوالی مرز بولوار شکلی که شهرستان ملارد تهران رو از شهرستان فردیس کرج جدا میکنه. متاسفانه اینجا تنها دو استانی تو کشور هستش که مرز اون فقط یک بولوار فرعی سوا کرده، بولواری که مشکلاتش داره کم کم از قدش بلندتر میشه. چند روز پیش شلول اصلی ترکیده بود، فردیس میگه مال این بره، مال ملار میگه مال او بره. اینجا نه شهرداری ملار رسیدگی میکنه نه شهرداری فردیس. تصادف میشه توی بولوار، شهرداری بالا شهرداری پایین، دو طرف شهرداری میاد خسارت میگیره، ولی برای مثلا خدمات دادن نه، وظیفه‌ای در قبال مردم ندارن. این میگه اون مسئوله، اون میگه این مسئوله. مردم این وسط مثل توپ فوتبال این بر اون بر میشن، نه زورشون به این میرسه نه به اون. شانه خالی کردن از بار مسئولیت رایج ترین روش برای عدم پاسخگویی به مردمه. چند سالیه که زیرساختای مسکن مهر مثل طفلی شده که هیچ وقت بزرگ نمیشه و دردش هم فقط مال خریداران ساده دلیه که فکر میکردن یه روزی خونه دار میشن و این بار قرعه به نام معلولان افتاده. پیمانکاری که به ما معرفی کردن برای این پروژه بالای 6 میلیارد از اینجا اختلاس کرد. 15 میلیارد دریافتی داشته از تاوانی و بانک. کارشناس دادگستری زمانی که اومد اینجا تخمین زد که چقدر کار انجام شده، حدود 9 میلیارد تومان تخمین زد. خدمتتون عرض کنم که پیمانکاری که همچین پروژه‌ای بهش میرسه حتما خودیه، یا یه معنویات نون و آبداری به یه مسئولی رسونده تا همچین پروژه‌ای بهش رسیده. حالا این پیمانکار پول معلولین رو ورداشته رفته. به نام 3 میلیون و 4 میلیون قرار بوده ما صاحب خونه بشیم. خودم الان 28 میلیون تومان پول ریختم سال 86. دیگه خدا شاهد الان خونه هیچی ندارم. یه موکته، دو تا معلولم هستم. وقتی این موضوع رو هم از مسئولین پرسیدیم، مسئولیت مسکن مهر با جناب آقای مهندس میریان هستش که به مسافرت تشریف دارن. مسافرت تشریف دارن. این یعنی به من مربوط نیست. البته آقای مهندس میریان اگه از مسافرتم برگردن، خونه‌ای برای این معلولان مال باخته فراهم نخواهد شد، مثل قبل از اینکه به مسافرت برن. این پایان گزارش بود، من قطعش نکردم. اما اصولا مردم که نباید با پیمانکار طرف بشن، مردم باید با مؤسسه تعاونی که قول احداث این مجموعه رو اونجا داده طرف باشن. اما برابر همون روش قبلی، مسئول مربوطه میگه تقصیر من نیست، تقصیر اونه. اون روزی که عملیات اجرایی سد بختیاری رو تازه به عنوان بلندترین سد بتونی جهان شروع میکردن، نگفته بودن قراره هر چقدر ارتفاع سد زیاد بشه جیب کارگر سد خالی بمونه. سال 89 که استارت پروژه بوده، تقریبا همه این دوستانی که هستن تو پروژه به یه نوعی تو قسمت‌های مختلف پروژه مشغول کار بود. خدا رو خوش میاد بعد از 16 ماه طلب، از عید به این ور 10 تا ارگان دولتی رو من برم، از این وزیر خواهش، از اون نماینده مجلس خواهش که آقا حقوق سر ماه من رو بده. انصاف نمیدونم، ولی میدونم که پول ساخت این سد از محل بودجه عمرانی کشور، یعنی درآمد عمومی کشور که اینا بهش میگن بیت المال، پرداخت شده. تقریبا 1400 میلیارد تومان. حالا کارگرانی که در این پروژه مشغول به کار بودن 16 ماه حقوقشون رو نگرفتن و زندگیشون به سختی میگذره. خب بگذره، ما الان در شرایط ویژه هستیم، در حال مقاومت در برابر توطئه‌های استکبار جهانی. به هر حال این مثالایی که تا الان دیدید و شنیدین خبرهای همین 6 7 روز گذشته هستن، اونم در سطح خرد. از این مثال‌ها در سطح کلان هم فراوانه، یعنی بیشتر است که کمتر نیست. این مثال‌ها زده شد تا میزان مسئولیت پذیری مسئولین نظام مقدس و پاسخگوییشون به مردم و همچنین اهمیت مردم در چشم اونها رو بهتر درک کنیم. این ملت یک پدر دارد که اگر به 500 نفر از ملت ما تعرض شد،
او صحبتی میکند از سر سرفرازی که به دشمن میگوید ما تا آخر کار ایستادیم. این خیلی عزتمندانه بود، خیلی باعث شرف ملت ایران بود. ما باید خدا رو شکر کنیم که چنین رهبر بزرگواری داریم. ایشون یکی از مسئولین نظام مقدس هستند که در 36 سال گذشته مسئول بودند، یعنی به اذن همون رهبر دائما از این مسئولیت به اون مسئولیت گماشته شدند. خب مشخصه که چرا ایشون باید خدا رو شکر کنن که همچین رهبری دارن، اما ما چرا باید خدا رو شکر کنیم که همچین رهبری داریم؟ یعنی ایشون به کدوم صحبتهای اوشون اشاره میکنن؟ میدانن که اگر بخوان هماوردی کنن با نظام جمهوری اسلامی در هیچ صحنه حریف نمیشن. مراعایت ادب اسلامی، رعایت حرمت برادری در امت اسلامی رو نگه داشتیم. ما میتونیم عکس العمل نشان بدیم، عکس العمل های ما اگر بنا شد عکس العمل نشان بدیم خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود. همین عکس العمل تا همینجا یعنی بیان همین سخنان تهدیدآمیز در لغتنامه دیپلماسی جهانی یعنی عکس العمل سخت و خشن، اونم تنها 6 روز بعد از وقوع حادثه. این سخنان در روز 8 مهر از طرف شخص اول مملکت زده شد، اما 1 روز قبل از اون یعنی 7 مهر سخنان معنادار دیگه‌ای از طرف شخص دوم مملکت در همین زمینه بیان شد. حادثه عادی و معمولی از نظر ما نیست. البته اگر همین حادثه در ایران یا یکی از کشورهای دوست و برادر مثل سوریه، لبنان یا حتی عراق اتفاق افتاده بود، از نظر اینا کاملا عادی و معمولی بود. اما اینی که تنها 5 روز بعد از وقوع این حادثه، یعنی قبل از انجام هر گونه تحقیقات رسمی، رئیس جمهور کشور یک همچین نظر قطعی میده، اونم از یک تریبون عمومی، اصلا عادی و معمولی نیست. و این حادثه با مسائل مالی جبران نمیشه. مسئله حادثه خیلی مهمتر از این حرف هاست. وقتی یک مرد خدا با عمامه بر سر و عبا بر دوش بگه با مسائل مالی قابل جبران نیست، یعنی قضیه خیلی جدیه. به هر حال بعد از این اظهار نظرهای رسمی از طرف عالی ترین مقامات نظام مقدس، نگاه ها به این حادثه کاملا سیاسی شد. اما در جریان پخش اخبار این حادثه در 15 روز گذشته از صدا و سیمای ملی که نصف اخبار صدا و سیمای ملی رو به خودش اختصاص داده بود، یه چند تا خبر بودار هم پخش شد. شبکه تلویزیونی العربیه مدعی شده بود نام غضنفر رکن‌آبادی، سفیر سابق ایران در لبنان، در هیچ یک از مبادی ورودی عربستان ثبت نشده. قبل از اینکه به ادامه این خبر رو پردازیم، لازمه خدمتتون عرض کنم که بیشتر اخبار آرشیوی که اسم ایشون یعنی غضنفر رکن‌آبادی در اون بوده، از سایت‌های خبرگزاری‌های داخلی شاید اتفاقی حذف شده. در صفحه ویکی‌پدیای جدید و تأسیس ایشون هم راجع به این که ایشون از سال 93 یعنی سال پایان مأموریتشون در لبنان تا الان چیکار میکردن چیزی نوشته نشده. اما بر اساس اصل بقای مسئول در نظام مقدس، ایشون حداقل یک دیپلمات بودن و برابر همین اصل پاسپورت ایشون باید پاسپورت دیپلماتیک می بوده. بازوی رسانه‌ای دربار آل سعود در ادامه ادعاش آورده نام رکن‌آبادی در میان اسامی حجاج ایرانی هم دیده نمیشه. سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به این ادعا گفته رکن‌آبادی با گذرنامه عادی عازم سفر حج شده و سعودی‌ها خودشون میدونن هیچ شائبه‌ای درباره اطلاعات و جزئیات مربوطه و نحوه ورود سفیر سابق ایران به کشور عربستان وجود نداره. آقای غضنفر رکن‌آبادی سفیر ایران در لبنان بودن، به همین دلیل روابط بسیار نزدیکی با حزب الله لبنان داشتن. در ضمن ایشون خیلی راجع به یمن و حوثی‌ها هم فعال بودند. صنعا امروز در دستان انقلابیون است که پرچم حوثی‌ها و انصارالله را در آن بالا بردند. تحولات یمن تازه ترین نشانه تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در اوضاع منطقه است. ایران البته مطابق معمول درباره یمن هم موضع‌گیری کلی و دیپلماتیک دارد، اما محافل سیاسی می‌دانند که انصارالله یمنی حزب الله لبنان است. همونطور که دیدید و شنیدین، حوثی‌های یمن یمنی حزب الله لبنان به حساب میان. آقای غضنفر رکن‌آبادی بسیار راجع به یمن و شرایط یمن و جنگش با عربستان اظهار نظر می‌فرمودند. به هر حال ایشون جزء گمشده‌های حادثه منا هستند که جسدشون یا جسم زنده شون هنوز تحویل جمهوری اسلامی نشده.
اما خبر بودار بعدی از اینم بودارتر بود. نیروی بسیج مردمی عراق اعلام کرده سعودی ها 5 افسر عراقی رو در مناسک حج امسال ترور کردن و اجساد اونها رو بین قربانیان حادثه منا قرار دادن. بسیج مردمی عراق یعنی همون بسیجی های عراق، و با توجه به عراقی الاصل بودن فرمانده بسیج ایران میشه نتیجه گرفت که این دو نیرو یک روحن در دو بدن. حالا بسیج عراق اعلام کرده 5 افسر عراقی یا 5 از نیروهاش ترور شدن. عراق درباره این موضوع به صحبت‌های همسر یکی از این افسران عراقی استناد می‌کنه. همسر سرلشکر اسماعیل حمید رئیس اداره مبارزه با جنایت در بغداد گفته به همراه همسرم در محلی به دور از حادثه منا در حال حرکت بودیم که عده‌ای او را به زور با خود بردند. من این مسئله را به یکی از نیروهای پلیس عربستان خبر دادم اما او هیچ توجهی نکرد. جسد این افسر عراقی به همراه 4 افسر دیگه در بین اجساد جانباختگان حادثه منا کشف شد. همه زور این گزارش اینه که بگه اون 5 افسر عراقی اونجا نبودن و یه جایی دورتر ترور شدن، احتمالاً به روش خفگی در جمعیت در اثر ازدحام. خبر بودار بعدی. امروز همچنین پیکرهای پاک سید حمید میرزاده از گزارشگران رسانه ملی و همچنین حسن حسینی مقدم سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مرو که در فاجعه منا دعوت حق را لبیک گفتند در تهران تشییع و به خاک سپرده شد. باز هم یک دیپلمات منطقه‌ای دیگه نظام مقدس به حمله یک خبرنگار ولایت مدار که فقط خبرهای خاصی رو می‌نگاشته، برای این ما زیاد باش آشنا نیستیم. تمرکز این تعداد از نیروهای ولایت مدار در اون منطقه خاص که درش حادثه رخ داده یه خورده بوداره، مخصوصا وقتی برگردیم به سخنان رئیس جمهور منتخب 2 روز قبل از وقوع حادثه. اگر کشورهایی که امروز به همسایگانشان بناروا ظلم میکنند بدانند اگر فردایی در کشور اونها تروریست ها بخواهند اونها را از پا درآورند و ملت اونها را به ذلت بکشانند به خاص ملت اونها، اگر نیروی مسلحی در این منطقه بتواند اون تروریست ها را قلع و غم کند نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران است. گنگ و کلی حرف زدن یکی از شگردهای مردان خداست که عمامه به سر دارن و عبا بر دوش، برای اینکه بتونن بعداً حرفشون رو عوض کنن. اما اینجا کاملا واضحه که منظور آقای روحانی از اون کشوری که به کشور همسایه‌اش داره ظلم میکنه عربستان سعودیه که به لحاظ امنیت داخلی در آرامش نسبی به سر میبرد. ولی آقای روحانی یک دفعه رو هوا پیش بینی میکنن که اگر تروریست‌ها بخوان در عربستان عملیات تروریستی انجام بدن ما هستیم و جلوی تروریست‌ها رو میگیریم. در عالم سیاست هیچ اتفاقی نیست. اما در همین روزهایی که سر مردم به حادثه منا و عزاداری گرم بود، اتفاقات دیگری هم در کشور در جریان بود. نامه‌ای که ظاهراً ناگهانی به رسانه‌ها درز کرد و نشون داد که پشت پرده احتمالاً خبرهایی هست. هشدار 4 وزیر به رئیس جمهور: مراقب باشید و باشیم تا رکود تبدیل به بحران نشه. طیب نیا، نعمت‌زاده، ربیعی و دهقان در این نامه با انتقاد از برخی تصمیم‌ها و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها هشدار دادند اگه تصمیمات فوری اقتصادی نگیریم رکود تبدیل به بحران میشه. این نامه که ظاهراً ناگهانی به رسانه‌ها درز کرد در روز یکشنبه 12 مهر ماه درز کرد، اما تاریخ نامه 12 مهر ماه نبود. ما نامه رو توی شهریور ماه بود که نوشتیم و وزرایی هم که امضا کردن عمدتاً وزرایی هستن که ارتباط نزدیکتری با بازار سرمایه دارن. پس نامه حدود 1 ماه پیش نگاشته شده. خب حالا در این نامه به چه نکاتی اشاره شده؟ یعنی دقیقاً به رئیس جمهور در مورد چه مواردی هشدار اقتصادی داده شده؟ 4 وزیر از 19 ماه ریزش بورس و کاهش 42% شاخص قیمت سهام و افت 36% ارزش بازار سرمایه کشور میگویند و اینکه 11 شرکت مهم در بورس مدت هاست قابل معامله نیست و اگر نماد آنها برای معامله باز شود بازار افتی شدید را تجربه خواهد کرد. که باز شد و افت شدیدم حاصل شد. بورس یا بازار سرمایه جایی که سهام شرکت‌های بزرگ که شامل صنایع و معادن اصلی کشور هستند اونجا معامله میشه.
این بازار در دو سه ماه گذشته در حال سقوط آزاد به سر میبره. در این نامه به طور تلویحی به تبعات این سقوط آزاد از زبان چهار وزیر پرداخته شده. طیب نیا متولی بورس است. بورسی که در 19 ماه گذشته 180 هزار میلیارد تومان از ارزش خود را از دست داده و آنطور که در نامه آمده اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد بیم آن می‌رود که رکود عمیق‌تر شود. 180 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 50 میلیارد دلار. این رقم در دو سال گذشته از بین رفته. اما وزیر دفاع چرا زیر این نامه را امضا کرده؟ امضاء وزیر دفاع هم از همین زاویه قابل بررسی است. او باید جوابگوی حقوق بازنشستگان لشکری باشد و منابع صندوق بازنشستگی او که از سهام پتروشیمی ها در بورس به دست می آید هر روز آب می شود. پتروشیمی ها حدود 35% ارزش کل بورس رو تشکیل می دن. این صنایع دولتی یا خصولتی یعنی خودمونی خصوصی شده هستند، یعنی جزء سرمایه‌های ملی که متعلق به همه مردم هست به حساب میان. خوراک اصلی این صنایع همون نفت و گاز هست که به ارزان‌ترین قیمت ممکن به دستشون میرسه. اما چون مدیریت این صنایع عموماً در دست ولایت مدارترین مدیران کشوره، ارزش سهام این صنایع هر روز در حال آب شدن هست و بهای این سوء مدیریت رو سهامداران اصلی این صنایع یعنی همون بازنشستگان ارتش و نیروهای مسلح بد بدن، همونهایی که در دفاع مقدس جان فشانی کردن. و از همه جالبتر این که حتی اسمی از مدیران مسئول این حادثه برده نمیشه. ما باید خدا رو شکر کنیم که چنین رهبر بزرگواری داریم که همه محاسبات رو میکنه تا ملت ایران بداند یک تکیگاه قوی دارد. ملت ایران بداند ما نسبت به تک تک اونها احساس مسئولیت میکنیم. برگردیم به نامه. وزیر صنعت و معدن و بازرگانی چرا زیر این نامه را امضا کرده؟ او نیز با کمبود شدید نقدینگی در واحدهای تولیدی، تعطیلی آنها و پر شدن انبار کارخانه های خودروسازان، سیمانی ها و فولادی ها مواجه است و انگار دیگر طاقت او هم به سر رسیده است. در نامه به عنوان نمونه گفته شده در حال حاضر 100 هزار خودرو روی دست خودروسازان مانده است. 100 هزار خودرو روی دست خودروسازان مانده است. جالبه که تقریبا همون موقعی که این نامه نوشته شد خبرنگاران راجع به همین مورد به خصوص از همین آقای وزیر سوال کردن. ما فروش خودرومون که کم نشده. من دیدم مدیر عامل ایران خودرو مصاحبه کرده بود که اینقدر هم افزایش پیدا کرد. تو از اونی که دلمون میخواد عرض کنم و برنامه داشتیم تو این چند ماه بالاخره مقدار کاهش داریم. مسئولان نظام مقدس در حد وزیر دروغ میگن در حد بنز. حالا میدونید چرا وضع صنایع خودروسازی به این روز افتاده؟ اما بشنوید از برخی نماینده های مجلس که معتقدند 100% مسئولیت وضع خودرو بر عهده وزارت صنعت و خودروسازی داخلی تحت نظارت وزارت صنعت به جای بهبود کیفیت خودروهاشون به واردات و خرید زمین مشغولن. با کدوم پول؟ با همون پولی که از بودجه کشور به صورت تسهیلات میگیرن یا سود حاصل از فروش همون خودروها که بعد به سهامداران برسه یا حداقل در خود صنایع خودروسازی سرمایه گذاری بشه. با این پول میرن زمین میخرن و باعث گرون شدن زمین و خونه میشن یا واردات میکنن، اونم از چین و هند. وارد مبحث واردات نمیشیم، اما خودروسازا با این پول یه کارهای دیگه هم میکنن که اون خیلی شاهکاره. وقتی که گروه خودروسازی میاد بانکداری میکند، بانک میخرد، سرمایه در گردشش میبره بیرون، چون که مدیره همان خودروسازه هیئت مدیره همان بانک میشه به خاطر سهامش، آخر سال حق جلسه و پاداششون رقمان بسیار چشمگیر باشد، اینا باعث میشه که آقایم برن بانکداری هم بکنن. ایشون آقای قاضی پور نماینده مجلس شورای اسلامی هستن ها، نه عامل استکبار. یکی دیگه از نمایندگان همین مجلس یه خورده بیشتر راجع به بانکداری خودروسازان و تأثیر اون در گرانی خود رو توضیح دادن. وام کلان گرفتن، اون وامو پرداخت نکردن، دارن جریمهشو میدن، سود جریمهشو میدن، سود یعنی سه تا بالای اون وام دارن میدن، اون رو میکشن رو قیمت خودرو. چه ربطی قیمت خودرو داره؟ پس خودروسازان با پول کارخونه یا تسهیلاتی که از دولت بابت کارخونه میگیرن میرن بانک میزنن
و چون بیشترین آورده رو دارن خودشون میشن هیئت مدیره بانک با حقوق و مزایا و کلن معنویات چرب و چیل. البته این بانک ها چون خصوصیه جز اموال دولت دیگه به حساب نمیاد، بنابراین میان به دولت یعنی هم خودروسازا وام میدن با سود، بعد واما رو نمیتونن پرداخت کنن یا پرداخت نمی کنن. در نتیجه روی اون سودم دو مرتبه سود میگیرن، بعد همه اینا رو میکشن رو پول خودرو، اونم چه خودروی که در استاندارد واقعا شاهکاره، یعنی خودروهایی که با سرعت 40 کیلومتر اگه باش تصادف کنین خطر جانی شما رو تهدید میکنه. در طول تاریخ خودروسازی سابقه نداشته یه خودروی تصادف کنه از وسط تاشه، حتی شاسی ماشین خمشه، یا اتوبوس در تصادف سقفش برداشته شه. مطمئنن بیشتر از 500 نفر در سال به خاطر کیفیت بد خودروهای وطنی جان خودشون از دست میدن. اتفاقا در اون نامه به وضع بانک‌ها هم اشاره شده. اما بانک‌ها هرچند سودده هستند، اما سودی که بین سهامداران تقسیم کردند ظرف یک سال از 6700 میلیارد تومان به 1900 میلیارد تومان رسیده است. این چهار وزیر معتقدند امکان جبران کسری ذخایر بانک‌ها دست کم تا 5 سال آینده وجود ندارد. اتفاقا وجود داره، چون این کسری منابع ریالیه و میشه با افزایش قیمت دلار حاصل از فروش نفت پسا تحریم این کسری ریالی رو جبران کرد. یعنی مثلا اگر قیمت دلار برسه به حدود 5000 تومان، این کسری منابع ریالی رو میشه ظرف یک سال جبران کرد. نظام مقدس همیشه کسری منابع ریالی شو از همین راه جبران کرده. اینجوری دلار 7 تومان 500 برابر شده و رسیده به 3500 تومان. این وسط فقط سرمایه های ریالی مردم ها بینه که زیاد مهم نیست. ما باید خدا رو شکر کنیم که چنین رهبر بزرگواری داریم که همه محاسبات رو میکنه تا ملت ایران بداند یک تکیگاه قوی دارد. ملت ایران بداند ما نسبت به تک تک اونها احساس مسئولیت میکنیم. بله دقیقاً. اما علنی کردن اون نامه بدون هماهنگی با شخص دوم مملکت نبوده. اینی که آقای رئیس جمهور از علنی کردن اون نامه الان چه قصدی داشتن بعداً معلوم میشه. اما آقای بزرگ روز چهارشنبه همین هفته یعنی 15 مهر ماه یک سخنرانی دیگه ای داشتن که اونجا حسابی گرد و خاک کردن. اینی هم که دم از مذاکره و گفتگو میزنن این برای نفوذ است. یه عده‌ای در قضیه مذاکره و مسئله مذاکره سهل انگاری میکنند، سهل اندیشی میکنند، مطلب رو درست نمیفهمند. و بدین ترتیب آقای بزرگ به مؤدبانه ترین شکلی که بلد بودن اون کسانی که خواهان ادامه مذاکرات با آمریکا هستن رو نادان خطاب کردن. حالا چرا نادانن یا سهل اندیشن؟ این یک علتی دارد، اینو انسان هوشمند باید بفهمد که چرا. خیلی خوب انسان هوشمند، لطفاً بفرمایین چرا با مذاکره با آمریکا مخالفید؟ مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی ایران یعنی نفوذ. نفوذ؟ نفوذ در چی؟ در چی؟ شاید اکثریت جامعه خواهان همین نفوذن، شاید هم نفوذ پذیرن. به هر حال این ترس آقای بزرگ از نفوذ حاکی از ضعف، اونم ضعف مطلق. در همین مذاکرات مربوط به مسائل انرژی هسته‌ای هر جا فرصت کردن و میدان به اونها داده شد که البته طرفهای ایرانی و حمدالله حواسشون جمع بود، اما یه جاهایی بالاخره یه فرصتای اونها پیدا کردن، هر جا فرصت پیدا کردن یک نفوذی کردن، یک حرکت مضر برای منافع ملی انجام دادن. راه رفتن ظریف با کری نفوذه که مضر منافع ملیه. تلفن کردن اوباما به روحانی نفوذ به حساب میاد که اونم مضر منافع ملیه. دست دادن ظریف با اوباما که دیگه آخر نفوذه. با یک زبانی فیما بین رشتی و ترکی و خراسانی پرسید شما مالی مر نیستین؟ البته اینجا بد نیست نظر همین ایشون رو راجع به مذاکره با شیطان قبل از توافق بشنویم. مذاکره ما قبلا هم اعلان کردیم، قبل از این حرفا ما گفتیم
درباره موضوعات خاصی که مصلحت بدانه نظام جمهوری اسلامی با این شیطان برای رفع شر او و برای حل مشکل مذاکره میکنیم. توجه کردین؟ وقتی نظام جمهوری اسلامی مصلحت بدانه، یعنی احساس خطر کنه، خدا رو فراموش میکنه و این تنصر الله و ینصر کم اینا رو هم میذاره در گوزه و میره با شیطان مذاکره میکنه. مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد. البته ایشون در طول این سخنرانی 45 دقیقه ایشون یک دونه از ضررهای بیشمار رو نام نبردن و خلاصه معلوم نیستش که این ضررهای بیشمار به چه کسانی میرسه. اینا عرایض ماست به شما و بدانید که خدای متعال پشتیبان شماست، در این هیچ تردید نکن. ان تنصر الله ینصر. هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو.